سلام سلام سلام، برنامه کتاب باز شروع شد. آقای کاظم کوکرم، روزنامه نگار علم و منجم آماتور، به کتاب باز خیلی خوش اومدید. خیلی متشکرم، ممنونم، خدمتتون هستم، خوشحالم هستم. ارادتمندم، روزنامه نگار علم معنیش چیه؟ خدمت شما عرض کنم که ما در دورانی که الان هستیم و در حقیقت هر روز با حجم انبوهی از اکتشافات علمی، فناوری‌های جدید مواجه میشیم، روزنامه‌نگار علم میاد برای مردم توضیح میده که این علمی که در واقع این دارویی که ساخته شده، این ماشینی که تولید شده، چه فرایندی رو طی کرده و چطور در حقیقت این یافته‌ای که ما الان مثلا بهش رسیدیم، این رو چطور در حقیقت دانشمندا بهش رسیدن. به عبارتی به لحاظ اجتماعی برای مردم توضیح میده این پول شما، پول بیت المال شما، پول مالیات شما که صرف تحقیقات علمی داره میشه، دقیقاً چه مسیری رو داره طی میکنه، کجا اشکال وجود داره، چه فایده‌ای داره. از چه طریق اینا رو میفهمه؟ از طریق پایش کردن فضای علمی که توی دانشگاه وجود داره، توی تحقیقات وجود داره. خدمت شما عرض بکنم، از طریق اینکه میاد در حقیقت بررسی میکنه که ما چه مسیر رو در توسعه علمی توی کشور داریم میریم، کشورهای دیگه چه جوری هستن. این یه بخش ماجرا هست. بخش دیگر ماجرا این هستش که میایم میگیم ما الان داریم مثلا میلیون ها دلار صرف این میکنیم که بریم به مریخ. چرا ما باید بریم به مریخ؟ اگر بریم به مریخ و اونجا حیاتی کشف بکنیم چه اتفاقی میفته؟ چه مسیری رو باید طی بکنیم؟ اون شرکت ها، اون کسانی که میان میگن ما تا 5 سال دیگه میریم به مریخ، آیا این واقعیه؟ همه این مسائل رو صحبت میکنیم راجع بهش در شرایطی که شاید به صورت عمومی بسیاری از مردم، خب از اونجایی که تخصص توی زمینه‌های مختلف علمی ندارن، شاید راجع به اینکه ما چگونه میتونیم بریم به مریخ نتونن خیلی راحت حرف بزنن. آیا قرار بشر به مریخ بره واقعیه؟ ما آره قرار هست به مریخ بریم، ولی نه به صورت هالیوودی. این که میگم هالیوودی چون ما یه طرحی بود به نام مارس وان، کلی از جای مختلف دنیا توش ثبت نام کردن، از ایران خودمون چند نفر ثبت نام کردن، کلی سر و صدا کرد. البته از همون روزهای اول برای روزنامه‌نگار علم مشخص بود که این جاهای مختلفش داره میلنگه، ولی خب به هر حال یه طرحی بود با پشتوانه تبلیغاتی زیاد، تو کشور ما هم خیلی بهش توجه شد. گفتن سفر بی بازگشت، سفر بی بازگشت، کوچه یک طرفه به مریخ. ولی خب الان میبینیم که هی داره عقب میفته و در واقع همون اشکالاتی که مطرح بود از ابتدا، به این معنی که ما هنوز فناوری های لازم برای اینکه چند نفر رو بفرستیم و تازه پیش از اون یه سری ربات بفرستیم که اونجا خونه هایی رو بسازن، تشکیلاتی رو آماده بکنن. خیلی سفر عجیبیه، سفری که آدم میره و دیگه بازگشت نداره، چون اگه بخواد برگرده عمرش کلی به لحاظ اخلاق اصلا مطرح شد. اخلاق در واقع اخلاق در علم که آیا این اصلا این کار درست است؟ ما دو نفر رو بفرستیم اونجا که در شرایطی که میدونیم مرگشون حتمیه توی این سفر و در واقع درصد خیلی کمی احتمال داره که اینا برای سالیان دراز بتونن به صورت طبیعی زندگیشون رو بکنن. چند سال طول میکشه آدم با تکنولوژی الان به مریخ برسه؟ ببین ما الان با فضاپیمای امروزی یه چیزی بوده مثلا 7 ماه 8 ماه طول میکشه که اونم تازه اگه مریخ تو شرایط خوبی نسبت به زمین باشه، مثلا سال آینده تقریبا بهار تابستون مریخ تو وضعیت مناسبی نسبت به زمین قرار میگیره و ماموریت مارس 2020 در حقیقت راهی مریخ میشه، ولی حدود 7-8 ماه طول میکشه برسه. تازه وقتی برسه باید 2 سال صبر بکنیم تا دوباره مریخ و زمین در شرایط نسبتا نزدیک به همی قرار بگیرن تا بتونن اینا برگردن. یعنی حتی اگه قرار باشه ما برم گردیم، به شرطی که قرار باشه زمان طولانی نسبتا اونجا بمونیم، لااقل 2 سال مهمون مریخ هستیم. یا اینکه بگیم 1 ماه بمونیم برگردیم و اینا یه ذره منطقیه. آدم مثلا من شنیدنش یه ذره به استراب میده. آره خب چون به هر حال شما دارید وارد یک سفری رو دارید میرید، میخواد پا بذارید. چرا میگن بی بازگشت؟ هیچ وقت تا قبل از شما این مسیر رو نرفته. بی بازگشت به خاطر اینکه میگفتن تکنولوژی برگشت از مریخ سخته. رفتن از تهران یا بهتر بگم از ایران یا زمین به مریخ شاید راحت باشه. یعنی ما اون تکنولوژی داریم که فضاپیما رو از زمین بلند کنیم ببریم اونجا مثلا پیاده بکنیم، ولی شاید غلبه بر جاذبه مریخ و برگردوندن بسیار پرهزینه و
نشدنی باشه. عجیبه که از سراسر جهان یه عده داوطلب شدن. خب از ایران هم چند نفر بودن و پذیرفته شدن اتفاقا در لحاظ به لحاظ ژورنالیستی، به لحاظ تمام اون کارهایی که برای تبلیغاتش شده بود، خیلی همه چیز خوب پیش میرفت. ولی ما همون زمان که داشتن این طرح رو راجبش صحبت میکردن، دقیقا ما در دورانی بودیم که هنوز هم البته همونجوره. مثلا اگر مریخ نورد کیوریاسیتی روی سطح مریخ یک درل کاری میکرد، یعنی با مته چیزی سوراخ میکرد، این برای ما روزنامه نگار علم ارزش خبری داشت، یعنی یک درل کاری برای ما مهم بود. حالا در یک چنین شرایطی شما تصور کنید فناوری ما مگه در چه سطحی که بخوایم اونجا یه سری ربات رو بفرستیم همه یه جا فرود بیان، بعد همه در کنار هم سری ساختمون بسازن. اصلا در این حد این کاملا حالی بودیم. ما تعداد روزنامه نگارای علم در ایران تعدادشون زیاد هستن؟ اگه بگیم اونایی که مشغول کار هستند و در واقع کاملا روزنامه نگاری هستن، بیمه دارن و تشکیلات تمام وقت و اینجوری بخوایم حساب بکنیم، نه، شاید عدد 20-30 نفر باشه. بعد الان فقط کتب و مجلات علمی میخونید یا چیزای کتاب ها و نشریات غیر علمی هم مطالعه میکنید؟ من غیر علمی، بهتره بگم غیر داستانی کتاب میخونم. خیلی حوصله در واقع داستان خوندن یا رمان خوندن رو ندارم. فکر میکنم برای روزگاری که بازنشست شدم خیلی میتونه زمان خوبی باشه برای اینکه رمان بخونم. الان بیشتر وقتای آزادم رو سعی میکنم کتابای غیر داستانی بخونم که تا حدودی میتونه علمی تاریخی به خصوص باشه. خیلی دوست دارم، به تاریخ رو همیشه دوست داشتم و هنوزم به همین ترتیب. ودی سر کار که هستم، من هر روز ناچارم که انبوهی از سایت‌های خبری رو چک بکنم، بخشای علمیشو ببینم، ببینم آخرین خبرهایی که داره میاد یا در واقع تا یکی دو هفته دیگه احتمالاً چه اتفاقاتی خواهد افتاد. اینا رو باید پایش بکنیم حسب شغلمون. این خبرهایی که شما پایش میکنید، هیچ کدومش بوده که شما رو شگفت زده بکنه بگید عجب اتفاقی؟ آره دیگه، در واقع اوایل همین امسال بود اولین عکسی که از یک سیاه‌چاله گرفته شد. به نظرم خیلی رویداد خاصی بود. همینطور چند سال پیش زمانی که قرار بود که یک سطح‌نشین، یک ربات سطح‌نشین در یک ماموریت فضایی روی یک دنباله دار فرود بیاد و برای اولین بار قرار بود که ما یک دنباله دار رو از نزدیک توی فضا ببینیم، فوق‌العاده بود اینا. یا همون سیاه‌چاله که برای خیلی از مردم هیجان‌زده شدیم وقتی هیجان‌زده میشیم از خبر علمی چیکار می‌کنیم. اول به این فکر می‌کنم که اینو ما چجوری می‌تونیم منتشرش بکنیم، گزارش بشه، گفتگو بشه، خبر کوتاه بشه، صفحه یک بره، صفحه خودمون باشه، با سردبیر اون مطرح می‌کنم و یعنی بیشتر فکر می‌کنم که اینو چجوری میشه بهتر به اطلاع مردم رسوند. من همیشه از این که چه زمانی که معلم هستم سر کلاسم، چه زمانی که تدریس میکنی؟ آره نجوم درس میدم، یعنی در سطح مقدماتی و عمومی البته، یعنی من به صورت دانشگاهی کار من نیست که بخوام درس بدم. همیشه از این که یه چیزی رو برای کسی تعریف بکنم، حتی کتابایی که میخونم و مثلا نکته جالبی توش میبینم برای یه نفر تعریفش میکنم و میگه آها چقدر جالب بود و اینا، این آهانی که این میگه، این نشون میده وارد دنیای دیگه ای شد و این آدم قبل از اون آهان با بعد از اون آهانش قطعا فرق میکنه. بفهمید که چای میدن یا دم نوش. دم نوش، دم نوش، چشم. آقای کوکرم، بعضی ها میگن که این علم که اینقدر داره پیشرفت میکنه همین ریشه انسان رو خشک میکنه، آدمیزاد رو از بین میبرن، ربات ها، تکنولوژی اینا. شما فکر کنین آیا این اتفاق ممکنه بیفته؟ یه جورایی اینا تو ژانر یا دسته بهتر بگم فناوری هراسی، علم هراسی. به نظرم علم مثل یک چاقو میمونه دیگه، بستگی داره شما چجوری ازش استفاده بکنید. ممکنه از اونجوری هم بشه. آره خیلی چیزا، دقیقا مثلا اینترنت هم میشه ازش بد استفاده کرد، از هر چیزی میشه خوب استفاده کرد یا بد استفاده. متشکرم. ولی به نظرم میاد به مرور ما بهتر میفهمیم که چطور باید از این دانش استفاده کنیم. شما تصور کنید زمانی که مثلا انرژی هسته‌ای در حال پیشرفت بود، مثلا تو قرن 20 یا زمانی خب منجر به مثلا ساخت بمب اتم هم شد، بعد اومدن گفتن ما اینو چجوری کنیم که مثلا صلح‌آمیز بتونیم ازش استفاده کنیم و چه و چه. این سایر شاخه‌های علمی هم به همین ترتیب، مثلا تو ژنتیک هم قطعا این اتفاق میفته، تو هوش مصنوعی، در زمینه رباتیک، کمان که کلی براش در واقع اخلاق علمی برای خودش یه دنیای مفصلی هست و کلی باید و نباید همین الانش هم وجود داره و اگر یه اتفاقی بیفته شبیه اون پژوهشی که
پژوهشگر چینی سال گذشته انجام داده بود روی در واقع دوقلوهایی که باعث میشد اینها بتونن مقاوم باشن در برابر ایدز و در واقع یه جور مهندسی شده بود ژن‌های اونها و کلی سر و صدا کرد توی دنیا. خود چینی ها اون دانشمند رو گرفتن و در واقع گفتن دیگه ایشون اجازه پژوهش نداره و کلی ماجرا، چون میگفتن که اگر ما بتونیم فناوری داشته باشیم که برخی آدم ها بتونن در مقابل ایدز مقاوم باشن، چرا این رو همه نباید داشته باشن؟ چرا نباید همه داشته باشن؟ خب اینجوری میشه که مثلا فرض کنید افراد پولدار فقط میتونن در برابر ایدز مقاوم باشن، بچه هاشون بچه هایی خواهند بود که در برابر یه سری بیماری ها مقاومن و بقیه نیستن. این یک حقی نیستش که انسانی باشه. اگه اجازه بدین کتابایی که آوردین رو معرفی کنم. به 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 کتاب بسیار خواندنی و شیرین فلسفه‌ای برای زندگی رواقی زیستن در دنیای امروز، ویلیام اروین، محمود مقدسی، شماره 13 از سری نشر گمانه که خیلی خیلی سری خوبیه، بسیار سری بله. خوبیه. من کتاب خوش دست و خوانده. بله بله. یکی از اون چیزایی که به نظر من خیلی هم اتفاقا جالب بود که به سبک زندگی ما، سبک زندگی ایرانی اسلامی ما هم خیلی نزدیک با اینکه فلسفه رواقیون یونان باستان هست. من کتابو که میخوندم به نظر میاد خیلی وقتا خودم هم خیلی کاراشو شاید میکردم، اسمش رو نمیدونستم چی هست. حالا نه همشو و خیلی از احتمالاً، یعنی میگم که اگر بینندگان برنامه فلسفه برای زندگی رو بخونن احتمالاً میگن چقدر خوب بوده و در واقع حالا نظاممند میشه شیوه فکرشون، قطعا میشه نظاممند. سری خوبیه و ادامه هم داره پیدا میکنه دوره جدیدش. دقیقاً. 4 سال در وزارت عطف. بله. آقای رضا منصوری. وزارت عطف، اون عطف مخفف علوم تحقیقات فناوری هست. آها. نویسنده کتاب آقای دکتر رضا منصوری هستن که استاد فیزیک دانشگاه شریف هستن، از معروف‌ترین مشهورترین به نام ترین فیزیکدانان حال حاضر کشور، و در واقع ایشون در یک دورانی معاون وزیر علوم بودن یکی از دولت ها. در حقیقت اون زمان، حالا ایشون داره شرح میده که چه شد که من از دانشکده فیزیک رفتم به وزارت علوم و چی دیدم از حیث عقب مانده بودن دستگاه اداری ما، اینکه چطور مثلا اتفاقی که میخواد بین وزارت علوم، یه اتفاق مهم میخواد بین وزارت علوم و مثلا یک سازمانی مثل سازمان برنامه بودجه بیفته و به خاطر یک نقص اداری که شاید برمیگرده به ریشه بوروکراسی اداری ما، مثلا توی 100 سال پیش 80 90 سال پیش یه مسئله معطل میمونه، چطور کارها سخت پیش میره، این چرخنده ها با هم کار نمیکنن با وجود اینکه مدیران میخوان اون اتفاقا بیفته. شما انتشارات نجوم زیاد سر میزنی؟ اون مجله نجوم هست البته. مجله نجوم در واقع همکار بود با ناشر که فکر میکنم انجمن صنفی مهندسین پلیمر و شیمی بله بله ایران. بله بله. در واقع اونها منتشرش کردن. بسیار ممنونم. واقعا برنامه جذابی بود، واقعا حرفهای جدید، نگاه جدید، زاویه جدید، شیرین و شنیدنی. چقدر با شما جذاب بود، تونستیم حرف خوب این لطف شماست. چقدر حیف که وقتمون کم بود. ما اینجا سردیس بعضی از بزرگان ادب فارسی رو داریم. خواهش میکنم یکی از کتاب باز به رسم یادگار بپرسید. بفرمید. خواهش میکنم. من فکر میکنم سعدی رو داریم. سعدی. سعدی. بفرمید. بله. چرا سعدی رو انتخاب فرمودید؟ سعدی رو چون استاد سخن هست، شیرین سخن هست. من همیشه گلستان رو خیلی دوست داشتم و سعدی رو همیشه دوست دارم. بسیار عالی. یه عکس بگیریم با یک فناوری خیلی قدیمی. بله. پولاروید هست. بله بله. از این چراغ باید خاموش بشه. بشماریم 1 2. چرا خاموش میشه؟ بعدش میشه عکس گرفت. ولی تا بیاد خاموش میشه، من به خدمتتون بگم که آرزوی ما در برنامه کتاب باز اینه که مردم با هم بیشتر حرف بزنن. بله. کمتر تو گوشی باشن. و بیشتر کتاب بخونن. بیشتر کتاب بخونن. موافقین شما؟ ارادتمندم. خواهش میکنم. 3 2 1. الان میاد بیرون؟ اگه که کار کنه اینا. بله درست. خیلی متشکرم. واقعا استفاده کردیم از حرفاتون. بی نهایت ممنونم. سلامت باشید. ممنونم. افتخاری بود برای بنده. خواهش میکنم.
سلام، خوش اومدین. سلام، خوبین؟ ممنونم. دیدم تو این عصر پاییزی با کتابخونه ما خلوت کردین. با اجازت. خسته نباشین. استفاده از کلمات انگلیسی یا کلمات خارجی توی گویش ها و مکالمات روزمره‌تون چطوریه؟ زیاد استفاده میکنین؟ کم استفاده میکنین؟ معمول ترش هر کلمه ای که بیشتر راحت باشه. بیشتر از کلمات خارج استفاده میکنم. فارسی بیشتر. قاطی هم دیگه، حالا بعضی وقتا مجبوریم از اونام استفاده کنیم، ولی خب بیشتر فارسی. بگم چند تا کلمه بنویسی معادل فارسی هاشم با هم تمرین کنیم. بفهم. کلمه اول دپرس، که امیدوارم هیچ وقت دپرس نباشی. خب چی میشه دپرس معادل فارسی؟ افسرده. باریکلا، خیلی هم خوب. ناراحت و غمگین. بله، خیلی هم ممنون. ادیت معادل فارسی چی میشه؟ ویرایش. فریز، که تو خونه زیاد استفاده میشه بعضن، فریز کردن. فکر میکنم یخ زدن بشه. بله، کاملا درسته. اکیپ. اکیپ چی میشه؟ گروه. باریکلا به شما. اوردر، بیشتر مثلا جایی مثل رستوران استفاده میکنه. بله، یا اوردر غذا میشه معادل فازلیست مثلا غذا ها. لیست غذا. لوکس، در واقع یه کالای شیک رو بهش میگن. حالا شیک همه خب لغتی هم داریم دیگه معادلش. شیک و مدرن فکر میکنم باشه. حالا پرسونل، کارمند یا کارمندان. شما خیلی خوب داری مینویسی، من بعد یه جا مرچته بگیرم. میکسر، مخلوط کن. احسنت به شما. پرفورمنس. پرفورمنس فکر کنم گرفتیم. هر پرفورمنس یونانیه؟ دیدم معادلش چی میشه؟ فکر نمی کنم کلمه چیز باشه، معنی داری باشه. خودتون گفتین سخت بپرس. اصطلاحی شد پرفورمنس. اینو نمیدونم واقعا. خب خسته نباشی. سلامت بشی. خیلی خوب بود. بفرمایید. خواهش میکنم. پرفورمنس میشه عمل کرد. عادت یعنی مثلا میگیم پرفورمنسش چطور بود، در صورتی که میگیم عمل کردش چطور بود. ممنون ازتون، خسته نباشید. چای بفرمایید، میل کنید و نگاه کنید ببینیم دوستمون چه کار میکنه با این کلمه ها. بفرمایید. پرفورمنس معادل فارسی پرفورمنس انگلیسی رو بنویسم؟ نه نه، انگلیسی نه، معادل فارسیش تو فارسی چی میشه؟ اجرا، نمایش. پرفورمنس معنی دیگه ای هم میده. کارایی، عمل کرد. عمل کرد. بله. اوردر، سفارش. بله، باریکلا. کلمه بعدی سورس بود. منبع. باریکلا. و به نظرتون فیس تو فیس، چشم چشم، درسته؟ رو در رو. باریکلا رو در رو. محصلی یا دانشجو؟ من محصلم. چندم؟ سال آخر. سال آخر. ایشالا موفق باشی. فارسی چطوره؟ عدد فارسی؟ خوب نیست. ایشالا که موفق باشی. قبولم باشی دانشگاه. نوشیدنی مهمان ما هستی. بفرمایید. آقای مسعود فراستی سلام. سلام بر شما. ارادتمندم. توی این برنامه از چی میخواییم صحبت کنیم؟ والا من میخواستم یکی از داستانهای دیگه اون مجموعه رو برم، لاتاری، و بعد نقدش رو بریم. الان دارم یه هفته مستند میبینم توی جشنواره سینما حقیقت. به بهانه مستند اگه اجازه بدی بریم رو بحث رابطه واقعیت انسان و مستند. حالا این مربوط میشه، امیدوارم بتونم این ربطشو به کتاب بگم. برای منی که توی ایام این جشنواره شبا سر ضبط این برنامه بودم ولی خیلی دلم میخواد این مستند رو ببینم، چه راه چاره‌ای وجود داره؟ راه چاره‌اش اینه که به رئیس جشنواره بگی آقا سانس بذاره 4 روز 5 روز
بشین یه سری مستندی که من انتخاب کردم بگم ببینید. اولا که مستندا رو واقعا بگین که بیننده‌های ما هم حواسشون باشه، چون اصلا خوندم که بعضی‌ها رو خیلی دوست داشتین. ولی چرا سانسایی کاش میشد؟ سانسایی حالا نه به صورت اکران گسترده چون مخاطب خاص داره، ولی هفته یه روز یه سری سینماها فیلم مستند نشون میداد. من اصلا پیشنهاد میخوام بکنم که یه سینمای کوچولوی 200 نفره 150 200 نفره یه جای شهر وسط های شهر یه سینمای معمولی اختصاص بدن به نمایش مستند، و بعد هر هفته هم یکی بیاد، تو بیای من بیام دیگران بیان، چند کلمه راجع به مستند حرف بزنن. چون چیزی که من دارم میبینم و این هفته جمعه گفتم اینه که مستند متوسط حتی ضعیف ما رو از جهان نمیکنه، ما رو تو هپروت نمیبره، چون کار مستند اینه که به واقعیت حدی اتکا داشته باشه، حد زیادی هم اتکا داشته باشه. همین که به واقعیت اتکا داره و خیاله با واقعیت سنجیده میشه، نه با عالم وهم یا حتی هپروت یا هزیان، همین این تعامل پذیرش میکنه. یعنی همین تو حد اکثر من بدتر از تو میتونم بگم که آقای مستند خوبی نیست، اما اذیتت نمیکنه، چون داری با سوژگی واقعیت و با سوژگی انسان طرفی. این دوتا هر چه آدم ضعیف بسازی، این دوتا اجازه میده که تو نسبتی برقرار کنی و تعامل کنی. حداقل این که واقعیت ممکن ما بد بفهمیم واقعیت رو، یعنی فکر میکنیم هممون در جهان واقعی زندگی میکنیم، با واقعیت ارتباطی داریم، اما این ارتباطی که ما با واقعیت داریم اساسا ارتباط عامه، یعنی ارتباطی است. ارتباط وقتی ارتباط و تبدیل به نسبت میشه که خاص بشه، یعنی تو داری در خیابون راه میری، از آدم ها میگذری، آدم ها از تو میگذرن، اتومبیل شلوغی، بوق، همه اینا، اینا واقعیت های پیرامونه مونه، اما اینا هنوز واقعیت عامن. کی تبدیل میشن به واقعیت خاص که بشه ملات کار نویسنده، فیلمساز، مستندساز؟ موقعی که بخشی از این واقعیت با زیست من مماس میشه و مسئله میشه. این مسئله شدن اون بخش که از مماس بودن با زندگی من برمیخیزه، این مسئله اجازه میده من روی تکه جزئی لحظه ای از واقعیت ایست کنم و این ایستم واقعیت جدی رو برپا میکنه. خب اون وقت این باعث نمیشه که ما مستند رو محدود کرده باشیم، یعنی فقط نوع خاصی از مستند، مثلا تو این دستبندی شما به این ترتیب مستندهای علمی جای نمیگیره. آره عرض کنم اینو باید یه ذره توضیح بدیم دیگه. این که میگم زیست کنه با زیستت مماس میشه جایی، هر کسی با میزان و در واقع نوع زیستش با ریالیته، با واقعیت نسبت برقرار میکنه، و این نسبت است که واقعیت برپا میکنه برای اون و برای مخاطبش. و یعنی واقعیت همه جا ریخته است، آماده است، هست، اما نیست به طور خاص. به طور خاص از پس این زندگی برمیاد، از پس این اهمیت واقعیت برمیاد. آثار جدی حتی ادبی به نظر من، اونایی که کلاسیکن بیشتر و رئالیستیکن، اینا هم از همین گذار رفتن. یعنی شما ببینید بارزاک رو، بارزاک خیلی نویسنده رئالیستیه، یا دیکنز رو ببینیم، دو هفته پیش هم رو به شرف دادیم خوندیم، چجوری میتونه این تیکه از واقعیت رو اینقدر جدی ببینه؟ اینقدر جدی ببینه، نه عبوس ببینه، اینقدر عمیق ببینه در واقع و خاص ببینتش. ما یه تیکه از چخوف خوندیم، قصه یک سورتمداری که یک گاریداری که آدم مسافر میبرد، بچهش مرده بود. چجوری چخوف میتونه توی سه جمله
توی سه خط توی یک جمله معذرت هم فضا رو به ما بده، آماده است برای دیدن این میزان از نور، آماده است برای دریافت این حد از برف که شونهای اونو نه فقط سفید کرده، خم کرده. اینا اون واقعیتی هم که چخوف دیده و تو اثرش به راحتی برپا کرده. از پس این وقت آدمش هم همینطوره دیگه، اون آدمه یه آدم عامی نیست که سوار درشکش شده و داره دو نفر رو میبره، اونا هم هی دارن مسخربازی در میارن. دردی که تو اون هست که به اسبش منتقل میشه، به یابوش منتقل میشه، این واقعیت اونه. خیالش کجا میره؟ خیال از پس این واقعیت میاد و متصل به این واقعیت. یعنی بفهم بفهم بیا بیا بیا. من میخواستم که منم یه سری دلایلی که برای خودم شخصیه رو بگم، ببینین درسته یا نه، که چرا سینمای مستند خیلی مهمه. اولا که استناد داره. درود بر تو. یعنی متکیه به، یعنی متکیه به چیزی و اون سند رو میشه بررسی کرد. و حتی مستندی که مستنداتش با عقیده ما سازگار نیست هم جالبه، حتما. به خاطر اینکه مستنداتی داره که اگر با عقیده ما همسو در تایید عقاید ماست و خیلی جذابه، و اگر همسو نیست باز آدم میتونه به اون مستندات، به اون داکیومنت ها فکر کنه و بگه اه پس زاویه دیگه‌اش اینه. یعنی باعث میشه که یک مستند درباره یک استکان چای در واقع این استکان چای رو میچرخونه برای ما و باعث میشه ما از دور تا دور، از بالا، از پایین، از اینجا بهش نگاه کنیم. یکی دیگه این که مستند معمولا همراه با تحقیقه، یعنی تیم سازنده اگر یه مستند درست درمونی باشه وقت گذاشتن، تحقیق کردن، تحقیقاتی که گاهی وقتا خیلی 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 مفصله، مفصل، و حاصلشو اومدن به ما فشرده، تمام کاراشون رو پالوده کردن، پالایش کردن، در اختیار ما دارن قرار میدن. بعد معمولا کارشناسانی داره و به زبان تصویره که خیلی خیلی بیشتر برای ما دیدنی و جذاب میشه. آدم میگه، میگن فیل چی میگن دیگه، چی میخواد از خدا وقتی که همه اینا توی مستند جمع شده؟ یه داره چکش بزنیمش. حتما حتما حتما. ما میتونیم کلی تحقیق جلومون باشه، خودمون کار کرده باشیم یا گروه تحقیق به اون بدن، اما مستند بعدی بسازیم. بله. چرا؟ برای اینکه اولین نکته این تحقیقه که از من شروع میشه، از من به اصطلاح سازنده، اگر سازنده هم، مسئله داشتنه. اگر تو مسئله نداشتی باشی، کوهی اطلاعات، کوهی در واقع داکیومنت و سند جلوت بذارن، چیزی از توش در نه من همه اینایی که گفتم درباره مستند خوب بود. خب مستند خوب از اینجا بلند میشه، از مسئله داشتن. مسئله با اون جهان پیرامون سوژش، مسئله با آدم معینی که اونجا زیسته و میخواد این الان یا موضوع فوکوسش معینی کنه. همون سوژه موضوع اینجا باشه یا انسان باشه. اول مسئله داشتنه. با این مسئله کلنجار رفتنه، یعنی بخشی از این کلنجار، کلنجار با واقعیت هست، چون واقعیت تو تورتو نمیفته به این راحتی. یعنی واقعیتی که بغل گوش ماست تو تورمون نمیفته به این سادگی، مگر نکاتی که اوله بحثی ذره گفتیم. حالا جای دوربین تو، این چیزی که راجب استکان و چای گفتی، جای دوربین تو در اثر زیستت و این مسئله پیدا کردنت، جای دوربینت تغییر میگیره. یعنی اصلا جا پیدا میکنه دوربینت، نمیتونه این ور این ور جای دیگه ای باشه، جای معینی در این جهان پیدا میکنه و همه مستندهای تو که بسازی با اون از اونجاست. اگر اینجا به در واقع برقرار نشه، به وجود نیاد، مستند شخصیت نمیگیره. الان من یه مستند دیدم که خیلی هم تبلیغش کردم، از یه جوونی که مثل این که خیلی سال پیش شاگرد من بوده، خاطرات موتورسیکلت.
داره راجبه. خوندم که دو بار این فیلمو دیدی. آره. نوشته بودن آقای فراستی که هیچ فیلمی رو کامل نمیبینه، این چه فیلمی بوده که دو بار دید؟ معلومه که این آدمه هم موتورسیکلت دوست داره، لو میره اینجا. یعنی این نیست که داره راجبه یه سری موتور سوار در جبهه که خب تم جذابی حرف میزنه. این باید خود موتورسیکلت هم مثلش باشه و موتور سوار باشه. بعدا تو فیلم میبینه که موتور سوار هم هست. یه نکته. دو، موتور سوارا تو جبهه براش مسئله شدن. بعد یادم باشه یه مثال بزنم، یه مستند امروز دیدیم راجب سربستان و راجب یک زن، اینو البته بگم بعد میام رفنشتان، راجب یک زن سرب، یوگوسلاف سرب، که در واقع کاندیدای فرهنگ چندین وزارتخونه است در دورهای مختلف. چنان زنیه، زن 50 خورده ای ساله، و چنان کنشگریه که باورش نمیشه آدم تو اون شرایط عجیب غریب، درهای بسته، خونه بسته، همه مصیبت ها، همچنان محکم ایستاده و میگه من یه ذره پیر شدم، حالا شما باید برید، ولی همچنان سرپاست، همچنان شعار تغییر رو میده، میگه ما شکست خوردیم. و فیلمساز با شعور لحظه به لحظه این رو برای ما میسازه، لحظه به لحظه در بسته میسازه، جمعیت میسازه، تغییر میسازه. اینقدر این مستند مستند تلخیه راجع به کشوری که به شدت برش سختی رفته که میدونیم، اما تهش پر از لذت تغییر میکنه ما رو و پر از اینکه این آدمه چقدر خوب، ما هم آدمیم، این بچه اشتراکمون رو هم تقویت میکنه و لذت بخشش میکنه. معلومه که فیلمساز باشعور مسئله داره، مسئله ملی داره، مسئله این زن رو داره، مسئله خونه در بسته و درهای یک خونه بسته رو داره، مسئله خیلی مسئله داره. لطفا این فیلم ها رو اکران کنین که ما هم ببینیم، حتی اگر محدوده لطفا. اسم این فیلم رو بگم. بله بله. سوی دیگر همه چیز، ترجمه کردن سوی دیگر چیزها، ولی همه چیز درسته. ببین چه تو. اسم زیبایی داره، سوی دیگر چیزها، سوی دیگر همه چیز، everything. بس آقای فراستی، ما ممکنه که هم سلیقه نباشیم، ولی من پارسال 3 تا فیلم مستند که اکران عمومی شده، چون خیلی هیده میخوام تبلیغ بکنم و خواهش بکنم که فیلم ها اکران بشه، دیدم که برای من به شدت جذاب بود در حد یک فیلم پرکشش داستانی. یکی یه فیلمی به اسم بزم رزم، اصلا حتما لطفا ببینید. کجایی؟ فیلم ایرانی. ستایی فیلمی که دارم میگم ایرانیه. بزم رزم درباره موسیقی، از وقتی که انقلاب میشه تا وقتی که اولین کنسرت در تالار وحدت، بر موسیقی ما در اون مقطع که کشورم درگیر جنگ شده چه گذشت. چه خوب؟ بزم و رزم هست دیگه. بزم خوبه. خیلی خیلی. امسال یه مستند شبیه این داریم به اسم کاست. آها آها، من شنیدم در باره. از کار کوچولوی بی ادعاست، کم پوله و بدبختی ساخته، اما کاست رو برای تو شخصیت میده که کاست تو انقلاب ایران چه کرد. خیلی شنیدیم یا حتی دیدیم، ولی دقیقش میکنه. خیلی دارم خود ببین. آره کاست رو ببین، واقعا مستندا چیزه، آدم میگه یعنی یه ولع داری در بله. در صورت داستانی اصلا نداری. آره. فیلم بعدی که باز مستند کردن و خیلی خیلی جذاب بود، اسمش بود رزمارا، یک دوسیه ناتمام. دیدم. که درباره ترور رزمارا، این همه چیز ما با کلی زاویه جدیدی که انگار برای من دفعه اول بود میشنیدم. زاویه مهمه. ببین من تو این جشنواره دو تا فیلم دیدم که خیلی از اسم داشت، یعنی اسم در کرده بود اما زاویه دید نداشت. یعنی چی؟ یعنی کلی تحقیق کرده بود، کلی سند عالی، ولی ریخته بود اون وسط بدون... ریخته بود، نه کارگردانی کرده بود، فکر کرده بود اینا کافیه با یه سلیقه کم و بیش متوسط تدوینی. اما من فیلمساز رو نمیدیدم. من نمیخوام فیلمساز تو اثر ببینم، دید فیلمساز رو نمیدیدم، یعنی انگار که فیلمسازی وجود نداره. من اومدم نگاه این فیلمساز رو به این مسئله ببینم. وقتی نیست، یعنی خودش هم خودشو باور نداره،
سندهای خوب داره، یه ذره تکنیک یاد گرفته، تدوین هم داره. هیچ. فیلم ریفنشتاین چون می‌ترسم وقتمون تموم شه. هنوز میشه دیدش. اما به شدت به نظر من دو تا مشکل داره. تو تاریخ سینما مونده، اسم در کرده تمام اینا. اولین مسئله‌اش اینه که تبلیغ فاشیسم رو می‌کنه. نه فقط در سخن، در تک تک پلان‌ها تبلیغ فاشیسم. دو اینکه از طرف فرمی هر دوشون به نظر من، حالا یه وقتی بیشتر توضیح بدم، مستندهای خوب فرمی که نیستن. نیستن مثلا. با اینکه به شدت اسم دارن، با اینکه هیتلر می‌سازه وضعیت اون موقع رو می‌سازه. حالا اینو ان شاءالله یه بحث دیگه. حتما. ولی می‌خوام اینو بگم، خیال جاری حتی در مستند، چون نمیشه بدون خیال. اگر تو مستندسازی و خیال ندونی مستندساز نیستی. خیال جاری در مستند متکی به واقعیته، نه مجزا از واقعیت. من یه سوال شخصی دارم الان بپرسم یه بعد برنامه؟ همین الان بپرسم. آخه شخصی ها. خب چیکار کنم؟ تو گفتی الان. باش. برای اینکه گفتین درباره موتور صحبت کردین، آیا فیلم ایزی رایدر رو دوست دارین یا نه؟ آره. خیلی وقت ندیدم ولی آره. آره. خیلی بله، فیلم دنیس هاپر که دوتا موتور سوار خاصی هم که یه سفر جادویی کرد. بله بله. خیلی متشکرم از شما و خدا نگهدار شما باشه.